اما سلام خدمت دوستان عزیزم، سال نو رو بهتون تبریک میگم. انشالله که سال خوبی در پیش رو داشته باشین. این طرحی که الان آموزش میدم اولین آموزشمون توی سال جدید هستش. حالا این طرحی که من اینجا براتون کشیدم یه طرح دوتایی هستش. شما میتونین همین طرحی که الان کشیدم به همین شکل ادامه بدین و دور آسین یا دور یقه ازش استفاده بکنین. خب برای شروع کار من نخو محکم کردم و در این قسمت یعنی گوشه سمت چپ از اولین خط عمودی سوزن رو روی کار میارم به این شکل. نخو به این شکل بگیرین و با اولین قسمتی که برخورد میکنم و به جایی وصل نیست از همون قسمت سوزن شما وارد کار میشه که با گوشه پایین برخورد میکنه و به اندازه ضخامت خط به این شکل نخ مقداری از پارچه رو میگیریم. از همون قانون ترتیب گوشه های استفاده میکنیم. گوشه اول، بعد گوشه دوم و گوشه سوم رو به همین شکل میدوزیم. به اندازه ضخامت خط مقداری از پارچه رو میگیریم. ببینیم به این شکل و گوشه سوم. اینجا چون مربع کامل میشه از همون قانون کامل شدن مربع استفاده میکنین که سوزنتون از قسمت پایین نخ رد میشه به این شکل. اگه هم یادتون رفت شما دوتا کنج رو با هم دیگه مقایسه بکنید. این دوتا کنج باید وضعیت نخی که مشترک هستش باید عکس هم دیگه باشه. در این کنج اگه قسمت رو قرار گرفته در این کنج قسمت پایین قرار میگیره و همون حرکت رو ادامه میدیم. نخو به این شکل میگیرین با اولین قسمتی که به جایی بس نیست و برخورد میکنه اون میشه حرکت بعدی ما که با گوشه سمت راست برخورد میکنه. به اندازه ضخامت خط میگیرین و اینجا با این قسمت برخورد میکنه به این شکل. به اندازه ضخامت خط مقداری از پارچه رو از سمت پایین به بالا میگیریم و گوشه ها به ترتیب دوخته میشه. اینجا مربع چون کامل میشه سوزنتون از قسمت زیر رد میشه. گوشه اول از همون قانون ترتیب گوشه های استفاده می کنیم. گوشه دوم، گوشه سوم. اینجا مربع کامل میشه سوزنتون از زیر نخ رد خواهد شد. ببینید نخ به این شکل به موازات این نخ باشه. با اولین جایی که برخورد می کنه و به جایی وصل نیست میشه نقطه بعدی شما. و اینجا هم از همون ترتیب قانون ترتیب گوشه ها استفاده میکنی. اینجا چون مربع باز کامل میشه سوزنتون از قسمت زیر رد میشه. در مورد مربع مرکزی چون در این قسمت ببینید این نخ چون مشترک در این دو قسمت در این دو کنج، در این کنج از قسمت زیر رد شده باید این کنج قسمت رو قرار بگیره. به همین شکل شما به اندازه ضخامت خط مقداری از پارچه رو میگیرید. ببینید توجه داشته باشین اینجا نخ رو و در این قسمت در قسمت پایین قرار گرفته و اینجا مربع کامل میشه از قسمت زیر رد میشین و باز از ترتیب قانون ترتیب گوشه ها استفاده میکنی. مربع کامل میشه سوزنتون از زیر رد میشه. اینجا مربع مرکزی نختون از رو به این شکل
و این گوشه دوخته میشه. من تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم که همیشه جای مثلثات توجه بکنی، یعنی جهت نخ طوری باشه که در این قسمت کنجا یه چیزی شبیه حالت مثلث یا حالت 7 یا 8 تشکیل بشه. خب در این قسمت نختون به این شکل رد میشه، ولی اینجا توجه داشته باشی این نخ در این دو قسمت باید، چون در این کنج و این کنج مشترک هستش، باید وضعیتی عکس هم دیگه داشته باشن. چون این نخ در این کنج قسمت پایین قرار گرفته، باید در این کنج قسمت رو قرار بگیره. برای همین من مجبورم سوزنم رو از زیر رد بکنم تا نخ من بالا قرار بگیره به این شکل، و از گوشه سمت راست ما بین این دوتا بخش مثلثی میاریم سوزن رو روی کار. خب این قسمت سریع‌ترش تموم شد، میریم مرحله پر کردن. برای مرحله پر کردن شما اصلا محدودیت ندارین که از کجا شروع بکنین. شما میتونین از یکی از قسمت‌ها رو انتخاب بکنین برای پر کردن و تا کامل طرحتون پر بشه. حالا من رنگ نخو عوض میکنم که با یه رنگ دیگه پر میکنم که شما بهتر بتونین ببینین. من رنگ نخو عوض کردم، همینطور که قبلش هم اشاره کردم فرق نمی کنه که شما از کدوم قسمت شروع به کار بکنید. من این قسمت و این کنج رو انتخاب کردم و شروع می کنم به پر کردن. همینطور که توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم براتون، شما دو تا مسیر پیش رو دارین، یکی این مسیری که از سمت چپ هستش و یکی مسیری که از سمت راست بخواییم وارد بخش مربع بشین. اما مسیر درست شما مسیری هستش که نخ قسمت پایین قرار گرفته باشه، یعنی شما فرق نمی کنه هر طرحی می خواهیم بدوزین، وقتی شروع می کنیم به پر کردن و یک لحظه موندین که من از کدوم قسمت وارد مربع بشم، قسمتی رو انتخاب بکنین که نختون اون قسمت پایین قرار گرفته باشه. این به خاطر اینه که یه جور نخ و نگه داشته میشه، به طوری که شما اگه از این سمت ببینین، من اگه از این سمت وارد بشم، اینجا نخ من گیر نمیکنه، نخی که مربوط به پر کردنه، چون این قسمت از نخ شما بالا قرار گرفته. بنابراین وقتی من این نخ رو انتخاب میکنم گیر میکنه، ببینین گیر کرده. خب و همین به اصطلاح نخ شما باید به موازات این نخ حرکت بکنه به این شکل. این میشه گوشه بعدی. اولین نخ رو از قسمت مثلثی میگیرین، برمیگردیم به بخش مربع، اولین نخ رو میگیریم به طوری که سوزنتون از مابین دوتا نخ بیرون میاد. این نختون باز به موازات این نخ باشه و این نخ رو میگیریم به این شکل. همیشه از این قانون میتونه استفاده بکنید، زمانی که میخواییم وارد بشین از قسمت زیر باید نختون رد بشه، و وقتی که میخواییم خارج بشین باید نختون رو قرار بگیره. مثلا این مربع رو در نظر بگیریم، من میخوام از این مربع خارج بشم، پس نخ من رو قرار میگیره. میخوام وارد این مربع بشم، پس از قسمت زیر سوزنم رد میشه به این شکل. این قانون رو همیشه مد نظرتون داشته باشین. اینجا باز از مربع میخوام خارج بشم، پس نخ رو، و وارد بخش مثلث میخوام بشم، ببینین سوزنتون از قسمت زیر رد میشه یا اولین نخ رو میگیریم. دوباره برمیگردم. اینجا از همون ترتیب گوشه ها استفاده میکنیم. برای فقط مربع اولی هر سه گوشه دوخته نمیشه، چون باید برگردین، یه مسیر برگشتی باید داشته باشه. ولی چون قرار نیستش به این مربع برگردم، هر سه گوشش کامل میشه و از همون قانون ترتیب گوشه ها استفاده میکنیم. گوشه اول دوخته شد، میریم سراغ گوشه دوم و بعد گوشه سوم، و همین شکلی که گوشه قبلی رو دوختیم. و
و اما مرحله آخر پلیوار گرفتن دزد هستش. شما وقتی میخواین دزد رو بگیرین، همون نخ اولی هستش که وارد شده، شما اگه نخ رو دنبال بکنین میشه نخ اول. یه روش دیگه برای تشخیصش اینه که دو تا ببینه از همون کنجی که وارد شدین یه نخ به همون سمت هدایت بکنین، دو تا نخ روبرو هستش، نخ داخلی رو میگیرین به این شکل و دوباره برمیگردیم به مربع مرکزی. این تر پر کردنش به این صورت، قسمت های بالایی دوخته میشه و بعد میایم سراغ قسمت پایین. این قسمت هم مشابه با همین قسمت پر میشه. کشیدگی نخاتون رو توجه داشته باشین که خیلی کشیده نشه، که طرح خامتون اون به اصطلاح از اون حالت اصلیش خارج بشه و کنجا یکی بالاتر یا یکی پایین‌تر قرار بگیره، که این توی زیبایی کارتون تأثیر میذاره. قسمت دوزم یه نخ از همون کنجی که وارد شدین یک نخ به همون سمت هدایت میکنین، دو تا نخ روبرو هستش، اولین نخ و یا نخ داخلی رو به این شکل میگیرین و میریم سراغ مربع بعدی. توی این حرکت تکراری هستش، برای همین من خیلی سریع از این قسمت رد میشم. ما قوانین رو بهتون یاد دادیم، اگه به سراغ جز دوستانی هستین که این طرح برمان اولین طرحی هستش که شما میبینین و قوانین مربوط به پلیوار رو یاد ندارین، من بهتون توصیه میکنم که از آموزش های اول شروع بکنین و اونجا ما تمام جزئیات رو براتون توضیح دادیم. از همین کنجی که من وارد شدم یک نخ به همون سمت هدایت میکنین، دو تا نخ روبرو و نخ داخل رو میگیرین. از این کنجی که وارد شدین یک نخ به همین سمت، دو تا نخ روبرو و نخ داخلی رو میگیرین. این میشه دزد شما. ببینین قسمت بالایی تموم شده، الان من قسمت های پایینی رو کامل میکنم. و این قسمت هم دزد رو میگیرم و برمیگردم به وسط بین دوتا نخ قسمت گوشه و این طرح من به این شکل کامل شد.